پاداش احترام جان بیور فصل شانزدهم احترام به همه بیایید به طور خلاصه درباره احترام به افرادی که خارج از خانه کلیسا یا دفتر کارمان هستند صحبت کنیم در واقع افرادی که در زندگی روزمره با آنان برخورد داریم پتروس به سادگی میگوید همگان را حرمت بدارید اول پتروس دو هفته استثنایی در کار نیست بیایید به ترجمه های دیگر نیز رجوع کنیم به همه احترام نشان دهید یا با آنان محترمانه رفتار کنید در ترجمه دیگر با هر کس که ملاقات می کنید با وقار رفتار کنید و باز به همه احترام بگذارید اینها کسانی هستند که عیسی همسایگان ما نامید احتمالا شما این داستان معروف را شنیده اید بیایید دوباره آن را بخوانیم. ایسا در پاسخ چنین گفت مردی از اورشلیم به عریها می رفت در راه به دست راه زنان افتاد آنها او را لخت کرده کتک زدند و نیمه جان رهایش کردند و رفتند از غذا کاهنی از همان راه می گذشت. اما چون چشمش به آن مرد افتاد راه خود را کج کرد و از سمت دیگر جاده رفت لاوی نیز از آنجا میگذشت اون نیز چون به آنجا رسید و آن مرد را دید راه خود را کج کرد و از سمت دیگر جاده رفت اما مسافری سامری چون به آنجا رسید و آن مرد را دید دلش بر حال او سوخت پس نزد او رفت و بر زخمهایش شراب ریخت و روغن مالید و آنها را بست سپس او را بر اولاغ خود گذاشت و به کاروان سرایی برد و از او پرستاری کرد روز بعد دو دینار به صاحب کاروان سرا داد و گفت از این مرد پرستاری کن و اگر بیش از این خرج کردی چون برگردم به تو خواهم داد حال به نظر تو کدام یک از این ستن همسایه مردی بود که به دست راه زنان افتاد پاسخ داد آنکه به او ترحم کرد عیسی به او گفت برو و تو نیز چنین کن چون در راه میرفتند به دهکده ای در در آنجا زنی مارتانام نام ایسا را به خانه خود دعوت کرد لوقا ده سی تا سی و هشت. کاهن و لاوی مردی را که نزدیک به مرگ بود ارزشمند ندیدند مرد سامری که یک غیر یهودی بود به او بها داد کتاب مقدس به طور خاص میگوید دلش بر وی سوخت باز هم احترام حقیقی از قلب جاری می شود او وقتش را صرف توجه به مرد زخمی و برآوردن نیازهای حیاتی او کرد و با بردنش به مسافرخانه حتی از مرز ضرورت هم فراتر رفت. در واقع دو روز از زندگیش را به کسی اختصاص داد که قبلا هرگز او را ملاقات نکرده بود. او احتیاجی نداشت که صدای خدا را بشنود یا در این مورد قبلا دعا کند. او با قلبی لبریز از محبت، اشتیاق و احترام نسبت به دیگران هر آنچه لازم بود را انجام داد این نمونه ای کلاسیک برای احترام به همه است نمونه های امروزی یکی از نمونه های امروزی که به خوبی این موضوع را نشان می دهد، در زندگی دوستم بیل ویلسون اتفاق افتاد مادر بیل او را در سن ده سالگی در کنار زیرگذر مترو ترک کرد و به او گفت منتظر بماند تا او برگردد اما هرگز باز نگشت. مردی مسیحی او را یافت و هزینه شرکت او در اردوی تابستانی را پرداخت. رفتار با محبت آن مرد باعث ایجاد انگیزه شد. سالها بعد بیل ویلسون سازمان خدماتی مترو مینیستری را گذاری کرد و اکنون آن را رهبری می کند. این سازمان هر هفته به بیش از 20 هزار کودک در شهر نیویورک خدمت می کند. او خودش پشت فرمان اتوبوس می نشیند و همراه با کارمندان و داوطلبان به کمک همسایگان نیازمند خود می روند و به آنان در عمل و در کلام انجیل می آموزند. این خدمتی عالی است که باعث نجات هزاران تن نه فقط در نیویورک بلکه در مکانهای دیگر نیز شده است. بیل الهام بخش مردم در درون و بیرون کشور برای بها دادن به بچه های بی پرست است و چندین مرکز مترو مینستری در سراسر دنیا تأسیس کرده است. افراد بسیاری همچون بیل وجود دارند که از افتخار خدمت به نیازمندان برخوردارند. ما می توانیم به آنان کمک کنیم. چطور؟ یکی از بهترین راه ها حمایت آنان از طریق دعا و کمک مالی است. می توانید تصور کنید که اگر هر مسیحی ماهیانه مبلغی به خدمت اینچنینی کمک کند چه اتفاقی می افتد؟ می توانید تصور کنید که چه عده بسیاری به پادشاهی آسمان راه می آبند. فرد زخمی را در مسئله ایسا شخصی گناهکار تصور کنید و سامری نیکو را ایمانداری حقیقی پس از آنکه به نیازمندان خدمت شود آنان با شادی بسیار حاضرند انجیل مسیح را بشنوند ولی اگر مسیحی شبیه به کاهن یا لاوی باشد مرد زخمی نخواهد خواست به انجیل آنان گوش فرا دهد وقتی محبت خدا در قلب‌های ما شعلهور باشد به همه مردم احترام می‌گذاریم و به خدمت‌های از این نظیر کمک مالی می کنیم تا به نیازمندان ناامید کمک شود و پس از آن خبر خوش انجیل برایشان موعظه شود راه دیگر برای کمک پیوستن به گروه آنان می باشد. شما احتیاج ندارید که مسافتی دور را برای کمک در سازمانهای نظیر خدمت بیل طی کنید تا به شهرهایی مانند نیویورک یا بروکلین برسید. با یکی از گروه های نیکوکاری کلیساهای محلیتان تماس بگیرید. حتی اگر یک روز در هفته فعالیت کنید با برآورده ساختن نیازهای نیازمندان بر زندگیشان اثر خواهید گذاشت ما با اتحاد یکدیگر قادریم بسیار بیش از آنچه به تنهایی می توانیم به انجام برسانیم با این حال این بدان معنا نیست که از توانایی شخصیمان در خدمت به دیگران استفاده نکنیم همانطور که در داستان سامری نیکو شاهدیم کتاب مقدس تأکید می کند که ما با اتحاد یکدیگر چه بسیار کارها می توانیم انجام دهیم و پنج نفر از شما صد را تعاقب خواهند کرد و صد از شما ده هزار را خواهند راند و دشمنان شما پیش روی شما از شمشیر خواهند افتاد لاویان 26 8 وقتی با یکدیگر همکاری می کنیم تأثیر گذاری من افسایش می آبد. باید به یاد داشته باشیم که خدا کلیسا را طوری طراحی کرده که برای تأثیر گذار بودن به یکدیگر احتیاج داشته باشیم. پولس میگوید بدن مسیح وقتی رشد می کند که همه اعضا با یکدیگر همکاری کنند. افسوسیان چهار را بخوانید. این دلیل مهم دیگری برای ریشه گرفتن در کلیسای محلی است. تصور کنید که اگر همه ایمانداران سهم خود را چه فردی و چه در خدمات سازماندهی شده انجام دهند چه اندازه بیشتر داستان همچون داستان بیل ویلسون خواهیم داشت. گرچه خدمت بیل مهم است ولی نمی توانیم همینجا متوقف شویم. افراد بسیاری هستند که فقیر نیستند و بیش از حد لازم یا حتی رفاه کامل در اختیار دارند ولی در درون فقیر و زخمی اند ادهی از آنان در محله های ثروتمند زندگی می کنند و ادهی در مکان های فقیر نشین خلاصه اینکه همه جا هستند شما آنان را در فروشگاه مواد غذایی مراکز خرید یا محل کار می بینید. تنها و زخمی هستند و یا نیاز دارند که کسی به ایشان بها دهد آنان نیز همسایگان ما هستند ما با این افراد هر روزه برخورد می کنیم گاهی به دلیل تمرکز بر کارهای خودمان از نیازهای ایشان قافل می شویم هرچه بیشتر رشد می کنم بیشتر می فهمم که توجه و کمک به آنان چه آسان است کافی است در قلب هایمان بپذیریم که باید به همه احترام بگذاریم. اگر چنین کنیم نسبت به روح خدا حساس می شویم. از او هدایت دریافت می کنیم و زندگی هر روزهمان تبدیل به خدمتی پیوسته می گردد. وقتی به مردم احترام بگذارید دیگر آنان را ترد نمی کنید. و یا با کسانی که خدا نزدتان آورده با خشونت و سختی سخن نمیگویید بلکه در جریانی قدم میزنید که آب حیات را از آسمان به قلبهای تشنه جاری می سازد. آیهی که به این افراد مربوط می شود و من دوست دارم و سالها در آن تعمق کرده ام چنین است. خداوند یهوه زبان شاگرد به من بخشیده است تا بدانم چگونه خستگان را به کلام تقویت دهم او صبح به صبح بیدارم می کند تا همچون شاگردان بشنوم اشعیا پنجا چهار شما می توانید به این وعده خدا ایمان بیاورید بسیاری با مردم صحبت نمی کنند چون می ترسند که چیز احمقانهی به زبان بیاورند اگر به سادگی به کلام خدا در این آیه ایمان بیاورید می توانید مطمئن باشید که کلامتان زندگی خواهد بخشید شفا خواهد داد و به کسانی که در جانهایشان ضعیف و فقیرند قوت خواهد رسانید کار ما در اینجا به پایان نمی رسد چون گستره این فرمان از این نیز فراتر است کلمه همه مردم فراتر از نیازمندان است اگر به هر کسی که برخورد می کنیم احترام بگذاریم آن شخص شکوفا خواهد شد. هر کلمه محبت آمیز که از قلب ما برمیآید سبب تبدیل زندگی شنوندگان خواهد شد. در واقع این شامل افراد بیشماری است که ما هر روزه با آنان ملاقات می کنیم و بسیاری از آنان را یک بار بیشتر نمی بینیم. برای نمونه افرادی که در آسانسور یا هواپیما ملاقات می کنیم و یا اپراتوری که با او تلفنی صحبت می کنیم به آنان با سلامی گرم و با لبخندی بیریا احترام بگذاریم اخیرا هنگام قدم زدن در پارکی در لندن پیرزنی آسیایی با سری خمیده به طرف من آمد من با اشتیاق به طرف او حرکت کردم فکر کردم مردم با او همچون شخصی ارزشمند برخورد نکرده اند. به ویژه مردان دلم برایش سوخت. پس عمدن صبح به خیلی محبت آمیز به او گفتم. با ناباوری به من نگریست. می توانستم افکارش را درک کنم. چرا باید مردی غربی با زنی غریبه به این مهربانی صحبت کند؟ اما پیش از آنکه بر این افکار متمرکز شود، اشتیاقش به محترم شمرده شدن بر او غلبه یافت و رفتارش تغییر کرد و سلام مرا با کمرویی پاسخ داد احتمالا او را دیگر در این دنیا نخواهم دید اما ایمان دارم محبت خدا که از قلب من سرازیر بود بذری ابدی در او کاشت که روزی میوه خواهد آورد میتوانیم در این مورد ایمان داشته باشیم بیایید در روح زندگی کنیم و بر این باور باشیم که ما صرفا برای بقا زندگی نمی کنیم بلکه سفیرانی هستیم که در قدرت فوق طبیعی خدا زندگی می کنیم تا مایه حیات یافتن دیگران باشیم آیا لبخند زدن به مردم دشوار است آیا گفتن سخنان محبت آمیز به غریبه ها خیلی دشوار است آیا خیلی سخت است که ایمان داشته باشیم همین کلمات به مردم خدمت می کنند اگر به قدرت خدا ایمان نداشته باشید و در قلبتان احترامی نسبت به همه مردم قائل نباشید بله دشوار است اما اگر دعا کنید و از خدا بخواهید که نسبت به کسانی که او برایشان مرد در قلبتان احترام قرار دهد او چنین خواهد کرد چون آرزویش همین است احترام شیوه زندگی وقتی از خدا بخواهید که در قلبتان نسبت به همه مردم احترام را جاری سازد تمام زندگیتان متحول خواهد شد با پیش ها رفتاری متفاوت خواهید داشت دیگر در حالی که به لیست غذاها خیره شده اید سفارش غذا نخواهید داد بلکه وقتی به میزتان نزدیک میشوند نخست به چشمانشان نگاه خواهید کرد و به ایشان سلام خواهید گفت پیش از هر چیز نامشان را خواهید پرسید و هر بار آنان را با نام صدا خواهید کرد و از همه مهمتر شفاهن و با دادن انعام از پذیرایی آنان تشکر خواهید کرد به اندازه 10 درصد صورت حساب به ایشان انعام ندهید بلکه 20 یا حتی 25 درصد همیشه بیش از حد معمول بدهید و به میانگین های دنیا توجه نکنید از خودتان بپرسید که چقدر به آن پیش خدمت بها میدهید ارزش او همان اندازه است که شما به خوبی آگاهید آنچنان ارزشمند که عیسی برای او مرد متاسفانه باید بگویم که در چند مورد وقتی خادمان مرا برای غذا خوردن به رستوران برده اند، شاهد انعام تنگ نظرانه آنان به پیش خدمت ها بودم. در یکی از این موارد، انعام چنان اندک بود که مجبور شدم کاری انجام دهم. من و آن شبان به طرف پارکینگ می رفتیم که به او گفتم برو ماشینت رو بیار من باید به رستوران برگردم. وقتی او خودرویش را رو می آورد من به رستوران برگشتم و انعامی فراوان روی میز گذاشتم چطور می توان با شخصی که به ما خدمت می کند چنین تحقیر را میز رفتار کرد به خصوص که پیش خدمت می دانست ما از جلسه کلیسا به آنجا رفته بودیم یادم هست یک بار لیزا و من پنجاه درصد مبلغ غذا را به عنوان انعام برای پیش خدمتی که به ما خدمت کرده بود گذاشتیم او از صحبتهای ما فهمیده بود که خادم خدا هستیم ما برای او معرف خدا بودیم و لازم بود که او بداند خدا برایش ارزش قائل است پیش از آن که بداند چه اندازه به او انعام داده ایم بیرون رفتیم ولی من ایمان دارم که او